سمینار اسمش حق کلاسیکی در خدمتتونم. اگر بگید گرافیک و اینا ممکنه این مقدار ضعیف باشه، به خاطر که من فقط یه ماه با گرافیک دینوکس آشنا شدم، یعنی تا قبل از این فقط یه صفحه مشکی جلو بود. کار من کلا با سرور هاست توی تیم 300 دین شاتل، یعنی فقط با صفحه سیاه کوتی دارم کار. یه ببخشید صدا که اون تر میرسه دیگه، صدا بلند هست، بلندتر الان خوبه؟ خوب هست الان؟ چرا روشن بود؟ اول بود بچه ها، من بشکنم همیشه اینجوری فکر میکنم که وقتی ما میخوام امنیت شد بگیریم همیشه باید یه بک‌گراند نتورکی خیلی خوب داشته باشم. هیچ موقع نمیتونیم باید اساس امنیت شبکه بشیم ولی از نتورک چیز آنچنان بد نباشیم. من اینجوری فکر میکنم که بهتره که حالا که شبکه رو باید بیدیم بشیم بیاید یه سری از قواعد خیلی ساده توی نتورک رو بررسی میکنیم و ببینیم که حالا این قاعده که برقراره چی گیر ممکن داشته باشه که نفوذی یا مثلا خرابکاری توش اتفاق بیفته. خود هدف من توی سمینار همین است که یه چند تا سناریو با هم داریم که چه اتفاقی میفته وقتی که همین منطق ساده باعث زیاد تعداد تو شبکه میشه. ابتدا میخوام در مورد یه سری مقدمات صحبت بکنم. اینکه حالا ما چند دسته بندی داریم هکینگ، یعنی که یه سری تستایی توی شبکه انجام بدیم، یعنی که آخه اسم هکینگ که میاد آدم یه آدم مرموزی میفته که یه سری کاره میکنه که کامپلکس هم نمیفهم داره چه اتفاق میفته. اما سه دسته کلی وجود داره توی سنتر تحقیق سرچ بکنیم، بلک و گری و وایت. بلک کسیه که از همون منطقه شبکه استفاده میکنه و یه سری خرابکاری ها میکنه و هدفی هم جز سود و منفعت خودش نداره. وایت هات هکینگ کسیه که اکسپرت توی مفاهیم امنیت و مفاهیم شبکه و دنبال یه سری گیرا توی شبکه توی سرورها میگرده که اونا رو برطرف کنه، یه سری آزمون نفوذپذیری انجام میده. حالا اکسپرت توی قضیه امنیت و شبکه و به دنبال این گیراست. گره هم مثل بلکته، فقط فرقش اینه که اون به تارگت اطلاع میده که همچون گیری توی شبکه هست، میتونه برطرف بشه. این یه سری مفاهیم تئوری هم. حالا فوتپرینت هم که دوستمون تو سمینار قبلی توضیح دادم، فوتپرینت یه سری اطلاعات که ما قبل از اینکه وارد یه شبکه بشیم بخوام یه کاری توی شبکه انجام بدیم، خب یه سری اطلاعات باید داشته باشیم. مثلا دامین نیمش رو باید دست بیاریم، دامینش ببینیم چی هست، اگه باید یه سری اطلاعات باید در موردش داشته باشیم. مثلا یه سری کامنده هستن که ما استفاده میکنیم، مثلا معروف ترینش دیگه مثلا انسوی کاپی توی ویندوز هم هست، از این استفاده میکنیم. یا مثلا ما میخوایم در مورد رنج آی پی ادرس که اونجا استفاده میشه اطلاعات به دست بیاریم، ببینیم مثلا مال کیه، با کوکیز مثلا میتونیم کار انجام بدیم، یه کامند لاین میده اپلیکیشن همه هم تو هم کالیه هست میتونیم بگن پیدا کنیم. کوکیز یا رنج آی پی میزنیم مثلا متوجه میشیم که این رنج آی پی توسط چه کسی خریداری شده. حالا بعد میتونیم تو فیسبوک و لینکدین در موردش تحقیق کنیم. همین مفاهیم ساده ما میتونیم مثلا اطلاعات کسب کنیم. سیستم آرکیتکچرش یعنی ویندوز، لینوکس، سرورایی که داره استفاده میشه، اون وب سرور که میخوام بشه مثلا تستش انجام بدیم، چه نوع سیستم عاملش به کار رفته، ACL اکسس لیست، یعنی مثلا یه روتر یه سری اکسس لیست نوشتن که مثلا فقط فلان رنج آی پی میتونن دسترسی داشته باشن مثلا به این بلوک از نت. IDS مثلا IDS تو اینجا به کار رفته، اگه من بخوام مثلا تست نفوذپذیری انجام بدم IDS هممون میدونیم چیه. اینترژن دیتکشن سرویس یه سرور هستن که مثلا یه پورت سویچ روش هر چه ترافیک رو هر پورتی میاد از اون پورت خارج میشه، این پورت بسته به IDS. اون IDS سروری که آنالیز میکنه مثلا این ترافیک الان داره از فلان جا میاد و این ترافیک به نظر من مضریه، اتریبیوت هم داره که نمره میده به این ترافیک ها و بعد اون IDS به مثلا به اون روتر متصل یه سری کامند ها در خصوص اینکه مثلا این ترافیک وارد شده یه سری کامند ها رو اون روتر اعمال میکنه، مثلا فلان آی پی رو بلاک مثلا روتین تیبلش. اینا چیزایی که به ذهنم رسید که مثلا ما میتونیم این اطلاعات رو مثلا کسب کنیم و شروع کنیم به یه سری تستا روی تاریخ.
SNMP یه پروتکل مانیتورینگ شبکه است. یه سری OID میگن، OID داره. وقتی SNMP رو نصب می‌کنیم، یه سری OID روی اون سرور ما می‌تونیم مانیتور بکنیم. حالا این OID ها رو ما می‌تونیم جمع و ضرب و تقسیم اینا انجام بدیم، مثلا بندی به دست بیاریم. مثلا چه می‌دونم سرعتش به دست بیاریم. این کارا می‌تونیم انجام بدیم. یه ابزاری هم وجود داره. من نمی‌تونم الان مثلا خیلی از ابزارها رو من خودم شاید تسلط کافی نداشته باشم. فقط می‌تونم نام ببرم که شما بعداً خودتون ببینید پیگیرش بشید. مثلا ابزاری مثل سالیکس. اونا میشن از طریق SNMP مانیتورینگ شبکه اون انجام بده. زریس خیلی خوبه، خیلی پیشرفته است. ما مثلا توی ویندوز چی داریم؟ سولار میز. ریموت اکسس پاسیبیلیتی یعنی چی؟ یعنی قبلا مثلا ما با دایال اپ وصل می‌شدیم به شبکه‌مون، الان مثلا یه سری VPN سرور داره. اون تارگت من، اون شبکه من چند تا VPN سرور داره که من میتونم بهشون وصل بشم. مثلا ما چجوری میتونیم بفهمیم که ریموت اکسس پاسیبیلیتی وجود داره؟ مثلا NSVK میگه دامینی داریم، مثلا تست داریم. میتونیم مثلا با سعی و خطا، مثلا دیگ بگیریم VPN دات تست داریم. این مثلا به دست آوردن یه سری اطلاعات از همین جاها شروع میشه. مثلا من حتی میزنم VPN ممکنه که از سرورهای اون دامین تست دار باشه. حالا بگذاریم یه صدای وجود داره به اسم گوگل هکینگ. ما وقتی میخوام تو گوگل سرچ بکنیم یه منطق خاصی توی گوگل وجود داره. مثلا اینکه توی تایتل فلان سایت این عبارت نوشته شده باشه، یا مثلا توی تکستی که من سرچ میکنم این وجود داشته باشه، یا مثلا فایلی که من دارم سرچ میکنم PDF باشه، کانفیگ فایل باشه. یه سری قواعد خاص توی این قضیه وجود داره. از همین قواعد استفاده میشه برای سرچ توی اینترنت. یه سری والنربیلیتی ها، یه سری از امکان نفوذ توی یه سری از سرورها وجود داره که میتونیم با سرچ توی گوگل اونا رو پیدا بکنیم. من یه سری فیلم کپچر کردم چون ما دسترسی به اینترنت نداریم، مثلا این قضیه رو چک بکنیم. میتونیم به یه سری گیرای ساده‌ای که الان من خودم کپچر کردم برسیم. اصلا ساده ما شروع کردم توی تایتلش مثلا ایندکس آف سلش مثلا وجود داشته باشه، یه وب سروری وجود داره که مثلا به صورت ایندکس داره مطالبش رو نمایش میده. خب من مثلا این سناریو پیش گرفتم که میخوام دبیان دانلود کنم، دبیان 8.1. حالا من میرم توی وبسایتی که این شکلی مثلا تایتلش ایندکس آف سلش میشه، اونجوری میخوام باشه. چیز خیلی ساده رفتی هم به قضیه ما نداره. حالا میرسیم جدا تر که مثلا من اینجوری سرچ کردم که مثلا توی URLش عبارت www.root استفاده شده میشه. این www.root این URL وقتی ما IIS نصب میکنیم توی ویندوز، یه ویب سرور توی ویندوز رو میندازیم، دیفالت وبسایتش توی دایرکتوری www.root. مثلا ما میتونیم از این طریق نگاه کنیم کدوم وبسایت هستن که این شکلی تو دیفالت وبسایت IIS رو اندازه شده. مثلا با سایت کلون کام مثلا میتونیم اون سرچمون رو توی دامینای انجام بدیم که کام هست، اینه چیزایی که ما تو روزمره انجامش بدیم. مثلا توی تکستش همچین، توی تکست یعنی اون وبپیج که ما نشون میده همچین چیزی وجود داشته باشه. چیزی جالبتر که میتونیم بهش نگاه بکنیم، بعد از سرورها هستن تو همین حالتی که داریم ایندکسی وبسایتمون رو میبینیم، این داشت بشان داره که هیستوری یه فایلیه که هیستوری کامندهایی که توی لینک زنیم ذخیره میشه. حالا این دات اولش هم هممون میدونیم که میشونه یک هیدن بودنش توی لینک زنیم. ولی اگه ما دات بش آندرلاین هیستوری رو توی این دایرکتوری مربوط به وبسایتی که داره به صورت ایندکس نمایش میده بذاریم، اون نشون میده هیدن نیست. خب ما اگه همین چیز سرچ بکنیم اون وبسایت رو میبینیم که مطالب داخل اون وبسایت به صورت ایندکسیه و دات بش آندرلاین هیستوری هم توشه. اما میتونم نگاه کنم چه کامندایی زده، حالا به چه دردم میخوره
مثلا توی کامنداش به یه MySQL دیگه جای دنیا داره لاگین میکنه. خب یوزر پس اون توی اون کامنده وجود داره، ممکنه وجود داشته باشه. خب میتونیم اون هم ببینیم، مثلا نگاه کنید اینو دقیقا بشت هم دادن هیست رویش وجود داره، مثلا یوزر پس MySQL. خب ولی الان دلیل نداره ما بچه بشه لاگین بکنیم، چون من الان NMAP گرفتم از این دیدم که خب آیپیش من اون بسته بود، من نمیتونستم مثلا بهش دسترسی داشته باشم، ولی حداقل یک گام نزدیکتر شدن دیگه. من یوزر پس MySQL به دست آوردم، به پورت 3306 که MySQL داره کار میکنه. حالا من میبینیم که من نمیتونم لاگین بکنم بهش، بعد NMAP زدم بهش. حالا اگه نتیجه NMAP رو من بیارم ببینیم، نمیشه فهمید. یه مقداری نتورک هم توی این حالت به مشکل خوب جا؟ پورت MySQLش بسته بود، به من بسته بود. داره نها کنیم بتونم نشون بدم اینو. نها کنیم این چیزی که من دریافت کردم، این فلان پورتش توی 336 اون MySQLه، اون DBA این داد بشت آندرلا هیستوری میفشه فهمید الان مثلا چه آی پی به اون وصل شده. خب اگه بشه آی پی تنتش ببخشید، اف کیو دی ان تنتش به آی پی ریزالت میشه. درست از دی ان اس استفاده میتونه آی پی ریزالت بشه. اگه آی پی شو بشه به دست آورد، خب میشه یه فیلتر آی پی زد و دوباره از اون فیلتر گذشت. حالا تو از همین حرکت، از همین چیز رو اینجا بذاری انت کار میتونی بکنی. حالا من مثلا اومدم تست کردم، دیدم مثلا کدش فیلتر مثلا یوزر پس MySQL، تو انتر کار از همین میتونی انجام بدی. آیا بچه این مپ از کجا فهمید فیلتره؟ فلان پورت فیلتر بود. نه اون بسته بود پینک، ببین این کور که یعنی وقتی تو پینک میگیری اون میره توی لایه سه او اس آی، از آی سی ام بی استفاده میکنن. اگه ریپلای به اگر آی سی ام بی میفهمم مثلا پینک من اوکی، ولی این تو داره بالاتره. یه سرویس من روی پورت 3306 الان رانه. خب الان فهمید که یه فایروالی مثلا فیلترش کرده. من نمیتونم فایروال. آره یه فایروالی مثلا فیلترش کرده. از کجا چه نمیش کلوز ده مثلا. اینه در میخوان در قسمت بعدی ببینیم. یه ذره ذهنتون که داره اکتیو بشه. خب حالا ما این قضیه ساده رو توی گوگل هکینگ ما استفاده کردیم. خیلی ساده است. خیلی پیچیدگی ها داره که من بلد نیستم. اما یه سایتی وجود داره. اکسپلویت دیبی آفرین. اکسپلویت دیبی میاد کارتو رو راحت میکنه. میگه که مثلا تو چه کاتگوری میخوای که اینترنت توی گوگل سرچ بکنی. مثلا من میام میگم که من میخوام امکان استاتوسی که توی آپاچی وجود داره ببینم کدوم وب سروری وجود داره که این استاتوسش هست. من میتونم استاتوس وب سرورش رو ببینم. اینو مثلا سرچ میکنه توی گوگل و یه سری سایت ها میاره. البته گوگل هم میفهمه که تو داری یه چیز عجیب غریبی داری سرچ میکنی، میفهمه که تو ربات نیست، ممکنه ازت میپرسه. حالا اینجا من چیزی که به دست آوردم که سایت فورد بود. ببینید سایت فورد بود که خب گفته نمیتونی ببینیش. ببینید دیدیم سایت فورد سرور استاتوس ما امکان آپاچی رو نذاشت ببینیم. خب ولی مال سایت آپاچی که دیگه فضای بیزینسی روش نیست دیگه، این جمعه تبلیغاتی داره، اون گذاشت ببینم من چه اتفاقی داره روی آپاچیش میفته. این وب سرورش حالا از این همین حرکت ها بی شمارش تو همین سایت اکسپلوی دی بی ما میتونید ببینید. سایت میگه یادداشت کنید تو خونه تو یه چکش بکن. نه.
اون فیلم هم که میخواستم بهتون نشون دادم مثل یادآوری کنم، اما اینجا ما نیاز داریم مثل نتفر فاندامنتالز داشته باشیم دیگه، یعنی یه سری از مفاهیم یه سری از منطق هایی که توی نتورک هست رو نیاز داریم ما آشنا بشیم باش تا بتونیم بلد ندارم. آشنا هم نیست، فقط یه سری یادآوری. آره من خودم متنفرم از اینکه دوباره TCP IP رو بخوام توضیح بدم، یعنی واقعا انقدر دیدمش دیگه حالا بهم، ولی حالا که توضیحات رو بعد درمش بدم که یه لایه بندی وجود داره به اسم لایه بندی TCP IP که میتونه مپ بشه به OSI مدلی که سازمان استاندارد جهانی معرفی کرده. این لایه بندیه که هممون میدونیم چهار لایه هست TCP IP. لایه یکیش فیزیکاله، مکبرس و اینا تو اونجا کار میکنن، اینترنت نتورک همون لایه‌ای که آی پی و آی سی ام پی و آرک اینا روش کار میکنه، همون میدونیم که آرک چیه آی سی ام پی چیه، از آرک استفاده میکنیم مکبرس به دست میاریم، ترانسپورت هم که تی سی پی یو دی پی که روزانه باش سر کار داریم تو اون لایه کار میکنن، و اپلیکیشن. اپلیکیشن مثلا میسرور رو میندازیم یه پروتکل اس ام تی پی اون بالا ران میشه، اس ام تی پی تو لایه اپلیکیشن کار میکنه، یا مثلا همین چیزی که شما گفتی یه آی پی میدیم یه اس پی بخی اس پی میدیم یه آی پی دریافت میکنیم ریزالو میکنیم، یا برعکسش یه سری اطلاعات ریزالو میکنیم، پروتکلی وجود داره به اسم دی ان اس که لایه اپلیکیشن کار میکنه. این هم یه شماتیک خیلی بهترشه که ما میتونیم اون پروتکل‌ها رو ببینیم که دارن کجا کار میکنن. آی سی ام پی هم می‌دونیم که آنتن دیگه، آنتن تو شبکه هر اتفاقی بیفته آنتن خبر میده توی روترها. آی سی ام پی وجود داره که مثلا اگه بسته دراپ شد تی تی ال استف شو اون آی سی ام پی که ما به ما اطلاع میده. یه ابزاری وجود داره اوپن سورس اسم وایر شارک که هم توی ویندوز وجود داره هم توی لینوکس. یه ذره با این کار بکنیم. من قصد دارم فیلترشو بگم و اینکه پسورد کلیر تکست تلنت رو بگم. تلنت یه پروتکل خیلی داغون و کلیر تکستی بود که ویندوز استفاده میکرد و توی ویندوز ایکس پی با دیفالت نصب بود. الان توی ویندوز ها نصب نیست، باید خودت نصب بشه. ولی من الان مثلا این ویندوز سروری نصبش کردم و با وایر شارک پسوردشو به دست میارم. همین تلنت رو بدونیم که مالی کنیم. آره یه تلنت میزنم خب بعد یوزر پس رو بهش میدم، کامند لاین سی ام دی ویندوز میاد دست پس رو میدیم. آره آره بعد از وایر شارک استفاده میکنم پسوردش رو به دست میارم. نگاه کنیم قضیه اسنیف کردم فهمیدم اسنیف نه خب یه راست فکر میافتیم بایی. حالا این قضیه رو واسه هر پروتکل کلیر تکست میتونی استفاده کنید، یعنی انکریپشن خاصی روش انجام نشده باشه ما میتونیم با وایر شارک یه سری اطلاعات در موردش به دست بیاریم. خب من فقط یه سوال دارم، وایر شارک فقط مربوط به بسته شبکه میشه یا مثلا من میتونم یه آی پی خاصی ستش کنم تا بتونم اونم اسنیف کنم؟ ببین ما وقتی کامپیوتر طبیعتا مسجد به یه سویچی درسته، من میتونم اینجا اسنیف کنم ترافیک هایی که رو این پورت سویچ میاد اسنیف، من نمیتونم ترافیکی که مثلا دو تا نتورکشون برتره اینه من بتونم اصلا منطقه سفتر کنم، من ترافیک ایسی رو این پورت سویچ یا اتصال من هست من میتونم اسنیف ای من یه ویندوز دارم، این اروری هم که داره میگه یعنی که من لینوکس هم با روت لگینه ذره پریویلیجش زیاده، این حالا میگم باشه من یه ویندوزی دارم که آی پی 192.168.51 این یه شده حالا وایر شارک رو میارم بالا میگم که رو این کارت شبکه من اسنیف کن استارت میدم الان که اتفاق نمیشه درسته؟ من میام چیکار میکنم؟ پینگ دو تا نقطه گذاشتی یه سری پکیت هایی داره کپ شده یا مثلا یه میبندم اینه آیا یه اسم من قبل از که بیام سر کلاس روش نصب کردم سر نمارش این دیفالت به صورت آی آی اس خب این اچ تی تی پی که دارم می‌بینم واسه هم
من میام چیکار میکنم؟ یه سری فیلترها اینجا میتونم داشته باشم. مثلا میگم که پروتکل آی سی ام پی رو واسه من فیلتر. این فقط آی سی ام پی رو برمیش. و اینکه مثلا آی پی دات سورسش مثلا چند باشه؟ 192.168.56 باشه. من پینگش کرده بودم دیگه، درسته؟ آی پی من 56.1 آی پی که پینگش کردم 56. اینه که تو از آی سی ام پی استفاده کردی و یه پیغام اکوریگوز ازش رسید. مشتریتون بعد میتونه برگرده. آی پی اون 101 بود. من اگه 101 رو برگردونم باید به من ریپلای برگردونم. اینم یک ریپلای. این نحوه فیلتر کردن تو وایرشارک. حالا من با این انده میتونم چند تا شرط دیگه بزنم. اور بزنم، هند بزنم. و همون چیزی که میخوام با همین مطلب میتونم. ما با اجازهتون میریم تلنت بزنیم. موافقین؟ من از اینجا تلنت میزنم به 53 شون. آه، چیزش قطع من اینجا میتونم کاری بکنم از شما اگزیتی چیزی نمیتونم بکنم نمیتونم کنترل سی دارم میزنم اتفاق نمیاد من کاملانی میرم شما را میتونم کنم باید کنم خب بگم دوباره کپچر کنم اسم و جنس درست نمیشتم این دفعه خب الان کاملا نمی من اینو یه استاپش میکنم و میرم آنالیز میکنم بیدی پیرش رو دادم دیس پیرستی من دوباره باید دادم خیلی آمین چی شد؟ من فیلترینگ هم باید بردارم حالا چی؟ بادم نشد دوباره از دارم درست نشد خب دوباره زنه تو میزنم پسوردم چی بود؟ این پسورد دیفالت مایکروسافت تو داکیومنت ویندوزی دیدیم پی اس 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 در ویزی آر دی می‌زد. من یه زمانی مطلق ویندوزی بودم. یعنی خیلی یعنی همه چیزای ویندوز رو می‌دونم. دیگه تو لینوکس هم همین پسورد همیشه استفاده می‌کنم. ولی پسوردی که مانیتور کردیم این بود. یعنی من پسورد رو آره کلیر تکست تلنت پورتون کلیر تکست از این به بعد ما از اسسش استفاده میکنیم اسسش یه پروتوکولی که هم آتنتیکیشن توش داره هم اعتراض و هویت انجام میشه توش هم انکریپشن داره اون ما به ازای تلنت اومد دیگه فرقش با تلنت هم این سبب هم کار کنید داشتیم بچه ها من این سوال داشتم توی سفرس قبلی که گفتی در رابطه با گوگل هکینگ امکانش هست بعد از که یه تعداد زیادی دوت رو شما سرچ میکنید گوگل بند کنه شما رو یعنی نذاره که سرچ میکنید فکر نمی‌کنم. ببین تو داره از منطق خودش استفاده می‌کنیم برای سرچ کردن توی یه سری چیزا. اطلاعات دقیق نداره. ولی فکر نمی‌کنم چه اتفاقی. این مات بچه ها، من دوستمون ساعت قبل گفتن اما من هدفم از بند کردن این مپ اینه که دو چیز رو تست میکنم دو تا مفهوم رو میخوانم این مپ خیلی زیادی داره ولی ما تو این سمینار این دوتا رو هست پینگ اسکن استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم که
آیا یه سرور که ما داشتیم الان این مقرش با این مقر ازش استفاده میکنیم؟ اسکایپ الان زنده هست نیست؟ این مثل واسه این استفاده مفهومش این زنده تو نرستم تو آی سی ام پی دارم از پینگ استفاده میکنیم از آی پورت آی سی ام پی استفاده میکنیم ولی میبینیم که در همه شرایط این اتفاق نمیفته و یکم پورت هست حالا ممکنه اون سرور با پورت آی سی ام پی بسته باشه به یه سری محدودیت ها رو پورت آی سی ام پی وجود آورده باشه بخاطر اتکای دیلاسی که اتفاق میفته فرض کن این میلیون کامپیوتر دنیا یه دفعه به یه سروری پینگ میکنه اون طبیعتا همه پنایبانش اگر اوکی نباشه از کار میفته دیگه نمیتونه سرویس بده به خاطر همین آی سی ام پی گاهی اوقات بسته میشه بگسته که اگر پورت اسکن مثلا من نتونستم بدم این زنده است یا نه پورت اسکن انجام بدم مثلا این پورتش آیا باز هست اون پورت یا بسته است فیلتر شد بچه اگه این سوال بپرسم اگه ما انمپ انجام بدیم ببینیم یه پورتی بسته است آیا متوجه میشیم که خب احتمال زیاد ما به این نتیجه نرسیدیم که این سرور زنده است یا روشن میتونیم بگیم یه پورتش بسته است هیچ اپلیکیشن اون پشت پورته لیسن نمیکنه ارائه سرویس نمیکنه خب میگیم که خب احتمال زیاد این سرور زنده نیست بریم سراغ یه پورت دیگه میتونیم هم چیزی بگیم چرا چون ممکنه فایروال فیلترش باشه نه نه وقتی میگم پورت بسته است یعنی واقعا بسته است یعنی هیچ فیلترینگ اگه فیلتر شده باشه انما به من فیلتر برمیگرده چند تا استادی پیش دیم ببین بچه ها رفتار دیفالت سیستم عامل اینه که وقتی ما یه به یه پورتی یه لایه سه که گفتم لایه سه تیسی گفتیم یه پورت تیسی وجود داره که وقتی این پورت ارتباط برقرار کنه یه همچین پکیت آی پی میفرسته به یه فلگ سین روش وجود داره این سین هم یکی بود بعدش باید این سمت سالان جاوه رسته خواهیم بعد اون معاملات باید اپلیکیشن برگرده حالا رفتار دیفالت سیستم باشه اینکه وقتی روی پورت کلوزش سین میفرستیم اون به من ریست برمیده یعنی چی اینکه فلقی دیگه وجود داره که آی پی که ریست بسیم کانکشن ریست بسیم این ریست رو برمیده در صورتی که فیلتر باشه فایروال اون فیلتر باشه در حتی هیچ ترافیک سمت من نمیده پس متوجه نمیشه که این پورت هر سرور زنده است نیست پس وقتی من کلوز برمیگردم یه پکیت سمت ما برگرده که من این پورت سرویس نمیدم این نمیدم شد من زنده بچه این مپ رو توضیح بدیم دیگه تم بدیم من یه چی؟ فلش بدیم میتونی بدیم هم گوگل حکیم فلش بدیم میتونی اوکی باشه خب بچه من یه سروری دارم اینجا یه سروری لینوکسیه که آپاچی روش رو بردم بالا رپورت 80 داره لیسن من میام اینجا یه دونه مپ میذارم داشت اس یعنی اسکن کن پی یعنی پینگ اسکن خب 168 56 102 این چه اتفاق میفته؟ میگه هسته چیه؟ مکادسش اینه و هسته آبه دیگه هستیز آب این پینگ اسکن انجام داد آره نه این پینگ اسکن انجام دادم پورت اسکن انجام دادم یه ابزاری تو دنیای لینوکس وجود داره به اسم تیسی بی دام این تیسی بی دام ما به ازای وایرشار توی ویندوز یه ابزار کامندلاین تیسی بی دام میگم که دیگه فلان کارت شبکه من اسم کارت شبکه من این و آی سی ام پی رو مانیتور کنم خب من اینجا پینگ اسکن انجام دادم اینجا هیچی نمیاد پینگ از پورت آی سی ام پی استفاده میکنه خب به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ ما گفتیم پینگ اسکن ولی من پروتکل آی سی ام پی رو اینجا دارم مانیتور میکنم یه کار دیگه میکنم آر پی میدونیم چیه؟ میدونیم چیه؟ وقتی آر رو گذاشتم مانیتور بکنه به من یه چیزایی برمیگرد این دوتا سروری که من دارم
یا مدل 56 101 و 56 1 این دو تا توی استابل نیستن من زیاد دو استابل خب وقت دو تا کامپیوتر توی دو تا توی یه دونه ساند باشن ان من خودش متوجه این قضیه میشه و از آی سی ام پی استفاده نمیکنه از آر استفاده آی پی که بهش دادم آر میکنه با معاوضاش مک برمیگرده دیگه درسته جواب آر مک وقتی مک برگردون متوجه میشه افسوس زنه ولی اگه مثلا یه هوستی رو من پینگ اسکن انجام بدم مثلا یه هوستی رو توی آی پی 44 مثلا فلان که توی نتورک من نیست اون از آی سی ام پی استفاده یعنی ان مک متوجه میشه از اینجا آی پی هست این که این با خودش توی ثابت پس لزوم نداره از آی سی ام پی استفاده از آر استفاده آر استفاده کنه قطعا جواب میگیره چون کارت شبکه ما رو آر حساسن تا درخواستی راجع به اینکه مک تو بده بیاد دریافت کنن مک رو میدن ولی آی سی ام پی ممکنه فیلتر شده باشه اوکی حالا بچه‌ها این کاری بکنیم من رو این سرورم روی این سرورم پورت 80 هم بازه من میگم که پینگ اسکن انجام نده پورت اسکن انجام بده این سینه که اینجا توضیح دادم این اسی که گذاشتم اس بزرگی مخفف همین سینه است اس بزرگ یعنی سین بفرست یه پکت آی پی بفرست که فلگ سینش یک باشه حالا ببین چی دریافت میکنی یا سین هک دریافت میکنی یعنی رو این پورت دارم لیسن میکنه یا اینکه میگه من کلوز هم میگه که فیلتر بشه حالا ببینید اتفاق و هم میگم اون پورت 80 دیگه اوپن نه؟ من هم اینجا دریافت کردم این چیزایی یه بار دیگه من این انجام بدم میگه سین فرستادم اس دات یعنی من سین اک دریافت کردم و بعد دوباره کانکشن رو ریست کرد دوباره سین فرستاد سین اک دریافت کرد متوجه شد که پورت او بازه و داره یه ویب سرور داره روش سرویس میده حالا میدونم من میخوام چیکار کنم میخوام پورت رو فیلترش کنم ببینم حالا چی برمیاد حالا ابزاری که توی لینوکس استفاده می‌کنیم برای فیلتر کردن پورت چیه آفرین آی پی تیبلز آی پی تیبلز یه نرم افزاریه که از نت فیلتر توی لایه کرنل داره استفاده می‌کنه نت فیلتر یه ماژولیه برای همین کار فیلتر کردن یه سری ارتباطات آی پی تیبلز اینا یه فایروال از اون نت فیلتر استفاده می‌کنه برای مثلا فیلتر کردن یه ترافیک حالا من این کارو می‌کنم یعنی که یه رول اضافه کن با شماره یک خب بعد احتمالاً تی سی پی باشه TCP دیپورتش هم باشه 80-J دراپ حالا من دوباره همچه کاری انجام بدم چی دریافت کردم؟ فیلتر من اینجا کنسلش کنه دوباره تیزی دام که دارم لکن من این میگه من یه سین فرستادم چیزی نگرفتم دوباره سین فرستادم پس متوجه شدم فیلتر شدم یعنی اینکه چیزی دریافت نکردم اگه از سیستم عامل یه ریست دریافت کنه متوجه میشه که این پوسته آه هست یعنی یه پورتی که کلوزه دلیل نداره که اون پوسته حالا خاموش بشه ولی وقت فیلتره امکانش از خاموش شده باشه یا اینکه یه فایروال اون روش باشه که فیلتر بشه دوباره امتحان کرد دوباره سعی کرد که ببینه آیا این پورتش باز میشه اگه میخوای ادامه بدیم ادامه بدیم ادامه بدیم جا بخش یه چیز داخل علمه خواست به نام زامبی اتک اگه بخش بله زامبی زامبی آدم رو یاد دیداس میده دیداس یعنی چی؟ یعنی یه عده رو با خودت همراهی کنی یه سری ورمی رو بهشون تزریق بکنی که اونها یه کاری انجام بدن در راستای منافع تو مثلا بچه ایمان یه مددش که من دیدم به عینه همین زامبی رو که میگم فرض کنید یه دی ان اس سرور وجود داره دی ان اس سرور همین چیز که واسه شما گفتم یه سرور وجود داره که اسمو میدی آی پی دریافت میکنه خب حالا اگه یه کامپیوتر یه ورمی رو به یه عده تزریق بکنه که بگه آقا اینی که ورم بهتون تزریق شده به از فلان دی ان اس سرور این اسمو بپرسید من مطمئنم این اسمو بلد نیست جواب بده خب این اسم بلد نیست جواب بده در دنبالش میگرده
فقط یه عالم یه عالمه زامبی این داره این سال از دنسر میپرسن دنسر رو رفته میلیون ها بار دنبال نخود سو و دیگه نمیتونه سرویس شه برای یه همون یه دیداز میمونه زامبی هم بچه هم میخوام در مورد دو تا منطق توی شبکه صحبت هم و اینکه از این منطقه های بسیار سیاده که همه همون بارها بارها بایستر کار داریم وقتی که ما یه سویش توی شبکه همون داریم یه کامپیوتر داریم که این کامپیوتره یه مکی داره یه اسمی داره اینا رو من از ویندوز آوردم و از پاورپوینت ویندوز آوردم اینجوری قاطیش ببخشید خب دو تا کامپیوتر داریم این دو تا کامپیوتر ما به یه سویچ وصله میخواد کام یک به کام دو یه پیغامی بفرسته دیتاشو درست میکنه مک خودش رو به وصله اضافه میکنه مک دستینیشن هم همینطور و اینو میفرسته سویچ کاری که میکنه اینه میگه که من این مک رو این سورس مک رو تو فلان پورت سنس کردم پس نمیذارم اینجا ریپورتش اومد اینجا بعد مک دستینیشن رو نمیدونم فقط نمیدونم باید با این بسته چیکار بکنم مجبورم از همه پورت ها فلادش کنم بیرون از همه پورت فلاد میشه از جمله پورت مربوط به کامل بسته در حالی رسید دست کامل خب بسته رسید حالا اون میخواد ریپلای هر بسته یه ریپلای داره به طبیعتا میگه اون ریپلای خودشو دوباره مک خودشو و مک دستینیشن رو به بسته اضافه میکنه میفرسته حالا سویش میکنه که سورس های مرد مک دو این نه تونست پیداش بکنه مرد دو رو کس بکنه این فلان پورت فرد حالا میذاره توش توی کم تیده خب یه منطقی که ما شمال روز باش سرکار داریم تو نتورک هرچی منطقی وجود داره حالا چجوری میشه از این منطق سو استفاده کرد؟ نه این سویچ سویچ که میدونه که این کیه نه دیگه تو بار اول که سویچ آب میشه که مرگ کمته بهش خالیه یعنی تو این حالت رفتار دیفالت خواب داره انجام سلام یه احساس حالت اول میتونه آره حالا بگیم خب حالا یه کامپیوتر میاد پورت خودش رو وارد سویچ میکنه میگه من مکم اینه مکم اینه مکم اینه میلیون ها مک یه ابزاری وجود داره به اسم مک او اف مک او اف تو همون کاری که دوستمون هم توضیح داد هست این وقتی پورت تو سویچ پورت تو سویچ باشه میلیون ها مک جنریت میکنه و همچنان این جنریترش ادامه میده همچنان هم جنریت جنریت میکنه و باعث میشه که کم تیبل پر بشه این به حدی میرسه کم تیبل پر بشه خب وقتی کم تیبل پر شد بقیه رو اوورراید میکنه بقیه رو اوورراید میکنه و همین جور چون ادامه داره اگر روی این پورت هم بازم چیزی نمیشه بشه بازم اوورراید میشه و به هر حال دیگه هیچ ارتباطی امکان پذیر نیست مگر اینکه با برادکست دیگه سویچ نمیدونه که روی کنون پورتش قرار داده کامل روی کنون پورتش قرار داده حالا این قضیه ممکنه واسه 250 تا یوزر اتفاق بیفته هر ارتباطی بخواد صورت بگیره بعد برادکست بشه بعد از همه پورتش بده بیرون بسته یه بسته رو بعد از همه پورتش بده بیرون و فرض کن اینم دوباره میخواد ریپلای کنه بازم اصلا پورتش میده 250 تا یوزر این کارو بکنه مثلا یه سالن میمونه که 250 نفر آدم توشن و همه دارن با داد با هم صحبت میکنن ببین چه وضعیتی میشه اصلا ارتباط ممکن نیست حالا کاری که میتونیم با این سناریو انجام بدیم که این قضیه اتفاق نیفته اینم بهتون بگم که یادم رفت آره تو شرکت ممکنه قیافه این شکلی بشه وقتی این اتفاق بیفته بعدش این شکلی یا این شکلی و در آخر این شکلی خب حالا چی کار میتونیم بکنیم با این قضیه پور سکیوریتی یه امکان روی سویچ ها وجود داره بسه پور سکیوریتی چی کار میکنه؟ به سویچ میگه که شما روی همه پورت ها روی سویچ هایی که اکسس زنده یعنی منتهی به یوزر هم روی پورت ها فقط اجازه دارید واسه هر کنون از پورت ها پنج تومت گرده قبول کنه نمیشه پور سکیوریتی همیشه حق نیست حالا این دوباره میاد کارش انجام میده میگه نه شما دو تا فقط بیشتر نمیتونید این زد بکنید توی کم تایی و بعد بیرون و بعد دیگه سناریو یه اجرا نمیشه پورت سکیوریتی بریاری هم داره که وقتی مثلا یک کامپیوتر جابجا میشه توی شبکه در سرش هم داریم دیگه اون پورت آب نمیشه میگه من فقط فلان مک اونطور میشه دی اس پی اسپوفینگ هم تاکه دی اس پی همه ما میشتسیم که چیه دی اس پی سروریه
که ما وقتی آی پی نداریم به ما آی پی میده از طریق برادکست داد میزنه میگه من آی پی میخوام آی پی میخوام. یه سویچ اینها وجود داره، این آی پی نداره طبیعتا، دی اس پی سرور داریم که میتونه به ما آی پی میده. حالا ما سنو امکان ارتباطی تو دنیا نتورک داریم، مینیکست، مالتیکست و برادکست. مینیکست یعنی ارتباط یک به یک، مالتیکست یعنی ارتباط یک به چند، و برادکست یعنی یک به همه. خب میخوام بگم که دی اس پی سرور با برادکست کارش را میندازه. بستایی هم که جنریت میشه به این شکل هم که من توضیح نمیدم، فقط میخوام بگم که با داد استفاده میشه. دی اس پی پروتکلی که با داد کارش را میکنه، اینکه من آی پی میخوام، اینکه خب من آی پی رو میتونم بدم توی قالب دی اس پی آفر، اونم میگه که باشه، دی اس پی ریکوست میده بابت اون آی پی، اون آپشنی که داره، و بعد آی پی براش ثبت میشه. طی 4 مرحله این قضیه اتفاق میفته. خب اینم طبیعتا یه تیبلی وجود داره که این موازات مت کامل یک من آی پی بهش اختصاص بدم، این منطقی که تو شبکه داره استفاده میشه. حالا از این منطق چجوری میشه سوء استفاده کرد؟ خب من درخواست آی پی میدم، میگه خب این از آی پی، اینم از گیتوی، از این گیتوی میتونی استفاده کنیم واسه اینترنت. خب این آپشنیه که میتونه دی اس پی سرور بده، و این کامپیوتر از این اطلاعاتی که به این یوزر داد میتونه دسترسی به اینترنت داشته باشه. خب حالا یه نفر میاد چیکار میکنه؟ میگه آقای دی اس پی سرور، من این مکان رو دادم به اندازه پولی که اون دی اس پی سرور داره. ما روی دی اس پی سرور یه پول، یه استخری چون رو از آی پی ها تعریف میکنیم که اینقدر تو میتونی آی پی بدی به این یوزرها. حالا ما به اندازه همونا درخواست میده، یعنی به اندازه همونا مک داره، مک جنریت میکنه، میگه دی اس پی سرور ما بزا این مک بهم آی پی بده. یه کاری میکنه که همه پولش خالی شه دیگه، یعنی هدفش اینه که دیگه نتونه آی پی بده. خب دوباره یوزر میاد بعدم میگه من آی پی میخوام، یوزر دی اس پی سرور میگه نداریم که. ولی اون کسی که اومد این کاری کرد بعد یه مدت خودش دی اس پی سرور جا میزنه، یعنی موجود دی اس پی سرور رو نصب میکنه، دی اس پی سرور میکنه خودش، بعد میگه من دارم عزیز من بیا بد بدم. خب بعد گیت وی کی معرفی میکنه؟ خودش، یعنی ترافیکی که میخواد یاد از اینترنت بره این خودشو معرفی میکنه، دست آخر ترافیک میره دست این گیت وی، ولی از خودش میکنه. این چیه؟ شما یاد چه اتکی میندازین؟ این اسکوفی. آفه، من این نمیده. این نمونه از من این نمیده اتک. یعنی هر اتفاقی که قراره واسه تو بیفته تو دنیای نتورک این خبر داره. البته اگر این کریپشن این اساسی باشه. من بعد از این دو تا سناریو می‌خواستم SSL رو توضیح بدم. منطق SSL و اینکه از SSL استفاده کنیم برای امن کردن پروتکلام، امن کردن سرویس ها. حالا SSL خودش یه سری گیر و گور داره، ولی اینکه منطقش رو بفهمید چه اتفاقی میفته خوب بود. می‌خواستم یه آپاچی سرور رو بندازم به جای HTTPS باشه، از این سری سروری سرتیفیکیت بگیر و من به اون سری سرور تراست بشه. یعنی یه منطقی که تو خود شبکه توی HTTPS ما هم روزمره داریم می‌بینیم که به خاطر سر وقت همچنانش نمیدم، شبکه محفظ باشه.